مایورکا 0 رئال مادرید 3، تمامی چشم ها روی بنزما. تماس مسی با بارسلونا، میخواهم برگردم. رئال اول، بارسا آخر، پایان رویای جذب هالند برای بلوگرانا. فهرست 9 نفره مدیران پی اس جی برای جانشینی پوچیتینو، از زیدان تا آرتتا. واکنش دیگو سیمونه به توافق با پی اس جی. آوار مصیبت، بنزما دبل کرد و مصدوم شد. کریستال پالاس 0 منچستر سیتی 0، تساوی با رنگ و بوی شکست. پاتریک ویرا دوباره از سیتیزن ها امتیاز گرفت. منچستر سیتی 2 امتیاز مهم دیگر را در کورس قهرمانی لیگ برتر از دست داد. فاصله این تیم با لیورپولی که یک بازی کمتر انجام داده است 4 امتیاز باشد. نکته جالب در شب فرصت سوزی مکرر و باور نکردنی سیتیزن ها این بود که پپ گواردیولا حتی یک تعویض هم اعمال نکرد. مایورکا 0 رئال مادرید 3، تمامی چشم ها روی بنزما. مایورکا و رئال مادرید مقابل هم سفرایی کردند و در پایین رئال مادرید بود که با یک عملکرد بی‌نقص در نیمه دوم نتیجه که بعد دنبالش بود را کسب کرد. همه چیز برای تاجگذاری مادریدی ها در لالیگا آماده به نظر می‌رسد. مسئله کسرین این پیروزی برای هواداران کاست، مصدومیت رودریگو، مندی و بنزما در آستانه ال کلاسیکوی روزی یکشنبه بود. واکنش دیگو سیمونه به توافق با پی اس جی. دیگو سیمونه سرمربی اتلتیکو مادرید انتظار دیدار دشوار و پرتحرک را در خانه منچستر یونایتد دارد. اتلتیکو مادرید در شرایطی در استادیوم الترافورد به مساف منچستر یونایتد می رود که مسابقه رفت در مادرید با تساوی 1-1 تمام شده است. دیگو سیمونه سرمربی روخ بلانکوس در نشست مطبوعاتی در مورد این دیدار و شایعات توافق با باشگاه پاریس سن ژرمن برای فصل بعد صحبت کرده است. سیمونه گفت: بازی های متفاوت در انگلیس در سالهای اخیر داشته. ما زحمه تحریفی که قرار است با آن روبرو شویم و خطراتی که در استادیوم منچستر یونایتد وجود دارد آگاهی کامل داریم، اما نسبت به عملکرد تیم خود نیز مطمئن هستم. شاید نشریات فرانسوی در مورد احتمال توافق برای فصل بعد با باشگاه پاریس سن ژرمن حرفی برای گفتن ندارم. پشیمانی راموس، کاش به برنابهو برنمیگشتم. سرخ راموس با وجود مصدومیت همراه با کاروان پی اس جی به مادرید رفت و در بازی برابر رئال مادرید روی سکوها حضور داشت. مدافع سابق رئال این بار در سوی دیگر میدان شاهد یکی از چپهای جادویی این تیم در اروپا بود که پیش از این بارها آن را تجربه کرده بود، اما حالا باید این شرایط را از طرف تیم بازنده زمین احساس میکرد. طبق ادعای کادناستر، سرخ راموس شدیداً از این که علیرغم مصدومیت همراه کاروان پی اس جی به مادرید آمده بود پشیمان است. کاپیتان سابق رئال معتقد است بهتر بود در پاریس میمان و در برنابهو و در شرایطی که قادر به بازی نبود به عنوان رقیب حاضر نمیشد. راموس همچنین به این باور رسیده است که یکی از دلایل مصدومیت‌های متوالی او در پاریس جدایی از رئال و تحمل فشار و استرس ناشی از این جابجایی است. او معتقد است اگر در رئال میمان درگیر این زنجیره تمام نشدنی مصدومیت‌ها نمیشد. فهرست 9 نفره مدیران پی اس جی برای جانشینی پوچیتینو، از زیدان تا آرتتا. مدیران پاریس سن ژرمن فهرست از مربیان مورد نظرشان برای جانشینی پوچیتینو را تهیه کردند که در کمال تعجب نام آرتتا و کنتن شامل می باشد. حذف پاریس سن ژرمن برابر رئال مادرید در دور یکشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با وجود کسب پیروزی در دیدار رفت و پیش افتادن در دیدار برگشت هواداران و مدیران تیم پاریسی را شدیداً عصبانی ساخته است و آنها خواهان اخراج ماریسیو پوچیتینو هستند. اخراج این مربی آرژانتینی در این مقطع فصل کار درستی به نظر نمی رسد و سوی هم گزینه های مورد نظر در دسترس نیستند. در تابستان آینده اما اخراج پوچیتینو قطعی است و از همین رو مدیران باشگاه از حالا کار برای پیدا کردن جانشین وی را آغاز کردند. نشریه اکیپ در گزارش مدعی شده که سران پی اس جی فهرست 9 نفره از مربیان مورد نظرشان را آماده کردند و در تابستان آینده یکی از این گزینه ها هدایت پاریس را بر عهده خواهد گرفت. طبق گزارش زین الدین زیدان، سرمربی سابق رئال مادرید در صدر فهرست مدیران پی اس جی قرار دارد و مالکان قطری پاریس سن ژرمن تمام تلاششان را خواهند کرد تا وی را جانشین پوچیتینو سازند. میکل آرتتا از آرسنال، آنتونیو کونته از تاتنهام، ماسیمیلیانو آلگری از یوونتوس، اریک تن هاگ از آژاکس، دیگو سیمونه از اتلتیکو مادرید، سیمونو انزاگی از اینتر میلان و تییاگو موتا سرمربی اسپزیا نیز در لیست نهایی قرار دارند. حالا دیده شود که در پایان فصل چه کسی هدایت پاریس سن ژرمن پرستاره که رؤیای مالکانش قهرمانی در اروپا را بر عهده خواهد گرفت.
آوار مصیبت بنزما دبل کرد و مصدوم شد. شش روز به ال کلاسیکو. کریم بنزما در شب که موفق به زدن دو گل به مایورکا شد، نتوانست بازی را به اتمام برساند و تعویض شد. رئال مادرید در زمین مایورکا به میدان رفت و در نهایت با 3 گل به پیروزی رسید. در نیمه اول بازی گلی به ثمر نرسید، ولی طوفان رئال از دقیقه 55 شروع شد. ابتدا کریم بنزما با پاس خود وینیسیوس را با گلر مایورکا تک به تک کرد تا گل نخست به این شکل به ثمر برسد. دقیقه 77 و 82 نوبت به کریم بنزما رسید تا دبل کند. ابتدا پنالتی که وینیسیوس گرفته بود را به گل تبدیل کرد و 5 دقیقه بعد نیسان تریزیبای مارسلو را با ضربه سر به طور دروازه نشاند. او حالا در جدول گلزنان لالگا با 22 گل و حاشیه امنیت مناسب سرنشین است. اتفاق بعد اما دقیقه 84 رخ داد، زمانی که کریم از ناحیه عضله پشت ساق پای چپ احساس درد کرد و دیگر نتوانست به کار ادامه دهد. چاره جز تعویض نبود و کریم بدون کمک و روی پاهای خود زمین را ترک کرد و بر رختکن رفت. رئال اول، بارسا آخر. پایان رویای جذب هالند برای بلوگرانا. سقف دستمزد باشگاه بارسلونا 144 میلیون یورو است و با این شرایط بلوگرانا قادر به جذب ستاره گران قیمت در تابستان آینده نخواهد بود. سازمان لالیگا امروز ساز مالی جدید تیم‌ها را مشخص کرد که بر این اساس باشگاه بارسلونا تنها باشگاهی است که سقف دستمزد آنها هنوز منفی است و میزان منفی 144 میلیون یورو میباشد. با این شرایط سازمان لالیگا در نقل انتقالات تابستانی محدودیت‌های بیشتری را برای باشگاه بارسلونا وضع خواهد کرد و این می‌تواند روی جذب بازیکنان بزرگ در تابستان آینده تأثیر منفی بگذارد. این بدان معنی است که بعضای هر یورو که بارسلونا میخواهد برای امضای قرارداد یا تمدید قرارداد خرج کند، باید 4 یورو از فروش یا کاهش حقوق دریافت کند. بارسلونا کرلینگ هالند را به عنوان اصلی ترین هدف خود برای پنجره نقل و انتقالات تابستانی تعیین کرده است. به دلیل مشکلات اقتصادی و سقف دستمزد منفی قادر به جذب این بازیکن نخواهد بود. حالا اگر بارسلونا قصد دارد تا هالند را به خدمت بگیرد، باید هزینه خودش را به صورت چشمگیر کاهش دهد و چندین بازیکن را باید بفروشد تا بتواند ستاره نروژی را خریداری کند. بارسا در حال در شرایط بسیار دشوار قرار گرفته که رئال مادرید رقیب سنتیشان و دیگر مشتری هالند شرایط بسیار خوبی دارد و می تواند به صورت همزمان امباپه و هالند را جذب کند. تماس مسی با بارسلونا: میخواهم برگردم. ناراحتی شدید لئو از سران پی اس جی. پس شکست پی اس جی، پدر لیونل مسی با سران بارسا تماس گرفته تا مقدمات بازگشت او را فراهم کند. در چارچوب هفته 28 ملی شامپیونه روز گذشته، تیم پاریس سن ژرمن در ورزشگاه پارک دو پرنس پذیرای بوردو بود و در نهایت موفق شد مهمان قرنشین خود را با شکست 3-0 بدرقه کند. کیلیان امباپه در دقیقه 24، نیمار در دقیقه 52 و لئوناردو پارادیس در دقیقه 61 برای پاریسی‌ها گلزنی کردند. اتفاق مهم این بازی هو شدن نیمار، لیونل مسی و جورجینیو واینالدو مسئول هواداران پی اس جی بودند که معتقدند آنها نقش بسزایی در شکست خوردن تیمشان مقابل رئال مادرید و حذف از گردونه رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا داشتند. پوچتینو متوجه به اعتراض‌های هواداران نداشت و ستاره‌های برزیلی و آرژانتینی خود را تا پایان بازی در زمین نگه داشت. طبق ادعای جرارد رومرو، خبرنگار نزدیک به باشگاه بارسلونا، پس از اتمام بازی پی اس جی و رئال مادرید که با حذف پاریسی‌ها از لیگ قهرمانان همراه بود، پدر لیونل مسی با سران باشگاه بارسلونا تماس گرفته است و پیشنهاد بازگشت این فوق ستاره را مطرح کرده است. نشرکیب هم ادعا کرده است که مسی پس از شکست از رئال و شدن در پارک دو پرنس به شدت از مسئولان باشگاه ناراحت است و اعتقاد دارد از وی حمایت لازم به عمل نیامده است. او رؤیای بازگشت به بارسلونا را در سر دارد، هرچند که می‌داند به دلیل داشتن قرارداد تا 2023 کار ساده‌ای برای جدایی نخواهد داشت.